سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. مارتیک قره‌خانیان، متولد 26 تیر 1328 در آبادان، خواننده و آهنگساز است. او تا مقطع دیپلم تحصیل کرد، سپس در تهران فعالیت خودش رو با نوازندگی گیتار ادامه داد و در نهایت وقتی 27 ساله بود وارد خوانندگی و آهنگسازی شد. مارتیک خواننده سنتی ارمنی تبار ایرانی، علاوه بر خوانندگی به کار آهنگسازی و تنظیم و نواختن گیتار پرداخته. او در فراهآباد آبادان از پدر و مادری ارمنی به دنیا اومد. او دو خواهر و یک برادر دارد و پدرش برقکار شرکت نفت و مادرش خانه‌دار بود. او در شهر آبادان به دنیا آمده و همیشه میگوید که هیچ شهری به زیبایی آبادان دوران کودکی و نوجوانی او نیست. در سال 1343 وقتی مارتیک 15 ساله بود، بعد از بازنشستگی پدر، خانوادگی به تهران مهاجرت کردند و اونجا با نواختن گیتار فعالیتش را شروع کرد. او در این باره گفته: من از 15 سالگی به دنبال خوانندگی رفتم و در 16 سالگی به تهران رفتم و در کنار دوستان و بزرگان راه خوانندگی همچون خانم گوگوش و آقای حسن شمایی‌زاده به ساخت آهنگ‌ها و اجرای اونها پرداختیم. من سبک غربی موسیقی رو برای خودم در فرهنگ و موسیقی ایرانی داشتم و فکر می‌کنم که این باعث شد تا دهه 70 محبوبیت چندانی در برابر خوانندگانی همچون معین، ابی و بیژن مرتضوی نداشته باشم و از این رو تصمیم به تغییر سبک خود گرفتم. تا مدت‌ها به عنوان نوازنده و گهگداری به زبان انگلیسی می‌خواندم تا اینکه در سال 54 وقتی 26 ساله بودم با تشویق عارف و گوگو شروع به خواندن به فارسی کردم. مارتیک بعد از آمدن در موسیقی و اجرا کردن آهنگ‌های فارسی و در کنار خوانندگان قدیمی مثل گوگوش و حسن شمایی‌زاده در خواندن و ارائه آهنگ و بودن در برنامه‌های تلویزیونی قبل از انقلاب مثل برنامه تلویزیونی پنجره او رو سریعاً معروف کرد و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. این خواننده سنتی آهنگ حریر رو در سال 1355 به عنوان نخستین آهنگ فارسی زبانش ارائه کرد و گوگوش رو در کنسرتی در برج ایفل پاریس به عنوان نوازنده گیتار در کنار گروه سل همراهی کرد و آهنگ چلچله رو هم برای حسن شمایی‌زاده سرود و در پاسخ آهنگی رو از او هدیه گرفت. دو سال بعد از انقلاب این خواننده سنتی از ایران رفت و در لس آنجلس آمریکا اقامت کرد. گفتنی است که او قبل از انقلاب راهی لندن شد و با معرفی خود به عنوان یک آرژانتینی با یک گروه ارکستر ایتالیایی چند ماهی در هتل هیلتون مشغول نوازندگی شد. بعد از روی کار آمدن دولت بازرگان به همراه همسر انگلیسی خود مدتی به ایران بازگشت، اما در نهایت در سال 58 تصمیم گرفت راهی لس آنجلس آمریکا شود. او با اشاره به علت بیرون آمدن خود از ایران گفته: من یک آدمی هستم که فضای جنگ و گریز رو تحمل ندارم. باید فضا صلح‌آمیز باشه برای من که بتونم زندگی کنم. حتی این چند ماه پیش وقتی اتفاقاتی در ایران افتاد، من نزدیک به 6 ماه بدجور مریض شدم و افسردگی گرفتم. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. هنوز انقلاب نشده بود. حکومت نظامی که شد، اومدم لندن. 6-7 ماه اونجا موندم و کار کردم. توی یک ارکستر ایتالیایی که از ایران من رو میشناختن توی هتل هیلتون لندن چندین ماه کار کردم. گفته بودن که نگم ایرانیم چون اسم ایرانی بد بود، برای همین گفتم آرژانتینی هستم. او درباره زمانی که در دولت بازرگان با همسر انگلیسیش به ایران بازگشت گفته: دیدیم اونجا جای ما نیست. واقعا دوست داشتم ایران زندگی کنم، ولی دیگه نمیشد زندگی کرد، مخصوصا با کاری که من داشتم و نمیتونستم کارم رو عوض کنم. در هر حال مثل میلیون‌ها ایرانی دیگر زدیم بیرون. وقتی رسیدیم لس آنجلس تمام همکاران ما اینجا بودند. ابی، شهرام شب‌پره، اینها همه کاباره تهران بودند. ما را هم دعوت کردند. ما هم رفتیم در کاباره تهران می‌خوندیم. من در 20 ژانویه 1980 وارد لس آنجلس شدم. مارتیک در سال 1362 در آمریکا اولین آلبوم خودش رو به نام تو رو یادم نمیره منتشر کرد که اقبال چندانی به دست نیاورد. تا اینکه با آلبوم دوم خود به نام رفاقت در سال 65 مورد توجه قرار گرفت. او با اشاره به کارهایی که اجرا کرده از ترانه‌های ماندگاری نام می‌برد، مثل ای شکستنی تر از گل و طلوع از مغرب که شعرهای اونها رو زویا سروده. او در این باره گفته: قبل از اینها اولین آهنگی که ساختم آهنگ چلچله بود که شمایی‌زاده اون رو اجرا کرد.
همکاری من و زویا از همونجا شروع شد. شوهرش رضا ژیان، بازیگر و کارگردان تئاتر که سالها پیش در ایران فوت کرد، دوست من بود. با این حال مارتیک تا دهه 70 در برابر خوانندگانی چون معین، ابی و بیژن مرتضوی محبوبیت چندانی نداشت. اما در آهنگسازی و ترانه‌سرایی یکی از افراد شاخص شد. او در بین خوانندگان ایرانی صدای مهستی، هایده، گوگوش و عارف رو میپسنده و عقیده داره که ویگن رو نباید در موسیقی ایران فراموش کرد که چه زحماتی کشید. رامش رو هم به خاطر اینکه مقلد نیست همیشه دوست داشت. مارتیک درباره جریان آشنایی خود با گوگوش و اینکه چگونه با او آغاز همکاری کرده گفته: سال 75 با تشویق عارف و دیگران مانند گوگوش، سخایی و پوران شروع کردم به خواندن فارسی. تا آن موقع فقط به انگلیسی می‌خواندم. مارتیک از کارهای دو صدایی که با گوگوش خوانده یاد کرده و گفته که در ایران آلبومی منتشر نکردم و اولین آلبومم رو در آمریکا منتشر کردم که زیاد موفق نبود. بعد آلبوم دومم گل کرد و آلبوم‌های بعدی. مارتیک از خواننده‌های ایرانی که در دهه 40 و 50 به زبان انگلیسی می‌خواندند مانند فرهاد و فروغی و سعید مهری یاد کرده و گفته: خواننده هایی داشتیم که ایتالیایی میخواندن، فرانسه میخواندن. همین فرهاد خدا بیامرز هم ایتالیاییش خیلی عالی بود و هم فرانسهش. میتونم بگم یکم از او پیروی کردم. من الان در آمریکا به 7-8 زبان میخونم. همیشه به نکات و رفتار و اخلاق مثبت آدم ها توجه دارم. اصولا حسادت رو نمیشناسم و کینه ورزی رو درک نمیکنم. از ته دلم میخونم و از ته قلبم با دوستان و همکارانم روبرو میشم. مارتیک با یادآوری کوشش‌های فروخ آهی، منوچهر چشمازر و آندرانیک در گسترش موسیقی سبک لس‌آنجلس گفته: مردم اینجا به دلیل اینکه می‌خواستن غمشون رو فراموش کنن یا به دلایل دیگر روی آوردن به آهنگ‌های شاد. مارتیک که به جز زویا زاکاریان با جهانبخش پازوکی، بیژن سمندر و صادق نجوکی کار کرده گفته: یک آلبوم هم دارم که با خانم زاکاریان کار کردم به اسم 40 سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. 40 سال فاصله تاریخی تصنیف مرغ سحر از قمرالملوک وزیری تا دو پنجره اردلان سرفراز و شمایزاده که خانم گوگوش اون رو اجرا کرد. این فاصله تاریخی 40 سال است، بعد انقلاب شد. وقتی به دقت گوش کنید از اول کارم تا الان خواندنم فرق کرده، لهجه فرق کرده، ضرب خواندنم هم فرق کرده. توی آلبوم جدیدم 3 تا از کارهام رو مردم شنیدند و خیلی دوست داشتن. یکی از اونها آهنگی است که خانم زویا زاکاریان هم آهنگسازی کرده و هم شعرش رو گفته، به اسم با تو بد نیستم. مارتیک در پایان گفته که باید از طرفدارانم عذرخواهی کنم چون زیاد نخواندم. به من زنگ میزنند و شکایت میکنند. من واقعا خجل هستم و به اونها سر تعظیم فرود میارم. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.